صدای در رو شنیدم، دیدم یه صدای در میاد، هی صدا میکنه از پشت در، آقا محمد، آقا داوود. گفتم خدا این بهنام، یعنی ساعت 3:30 صبح. رفتم در رو باز کردم، دیدم بله آقا بهنام فشارش افتاده از شدت این که داره وزن کم میکنه. دیدم داره توی جلوی در اون قسمت داشت میافتاد رو زمین، که من دستش گرفتم آوردم داخل. گفت فقط التماس میکرد، میگفت من فقط به اندازه یک قلوب آب بخورم. یعنی من فکر نمیکنم یه آدمی از وزن 84-5 کیلو به این با این تایم کم بتونه خودشو برسونه به وزن 64-5 کیلو. واقعا اصلا یه پدیده است که درسته تحمل کنه. بهنام به 20 کیلو هم میرسید که بخواد وزن کم کنه. اونم میگم که یه حتی یه اتفاق خیلی، یه سری اتفاقات خیلی خوب توی ورزشش براش پیش میومد، ولی هیچ کس با خبر نمیشه. یعنی اینا که نزدیکش بودن میفهمیدن که چه کار بزرگی داره انجام میده، چه مسابقه خیلی مهمی داره شرکت میکنه، ولی خب هیچ رسانه چهره ورزشی و چهره مردمیه که متاسفانه مردم ایران کمتر کسیشون رو فکر میکنم در این رشته بشناسه، چون حمایت رسانه‌ای نشده ازشون، کسی ازشون حمایت نکرده که مثلا بتونن استعداد این جوانا و این پسری که واقعا حقش رو شکوفا کنن و به حقش برسونن، که در کشور چین خیلی از افرادشون هیچ چیزی نداشته، هیچ پشتوانه‌ای نداشته، ولی الان خدا رو شکر توی جامعه ورزش ایران همه میشناسن و توی جامعه ورزش جهان هم همه میشناسن. با جونمون بازی میکنیم ما که وزن زیاد کم میکنیم، شاید تو همین مسابقات ما آسیبای خیلی زیادی ببینیم، ولی حتی دو نفرم اون فیلم رو نگاه نمی کنن. چرا؟ به خاطری که ما شما رو نمی خندونیم، یعنی برد ما شما رو خوشحال نمی کنه، نمی دونم. ولی من همیشه آرزو دارم و آرزو خواهم داشت چه مردم منو ببینن چه نبینن، من تمام تلاشم میکنم که مردم خوشحال بشن و بتونم مسابقات پیش رو ببرم. شاید روزی دیده بشم. بهنام عزیزی هستم، مطالعه 1371، ساکن اهواز، ولی اصالتاً از شهر متروس سلیمان. آقا بهنام رو اینجا زیارت کردیم. تا آخر کلاس من نمیدونستم که آقا بهنام یه MMA فایتر فوق‌العاده است، به قدری که فروتن بود، به قدری که افتادگی میکرد. من اصلاً متوجه نمیشدم که بهنام یه فایتر قدرتمند و با رزومه هست. خدا رحمت کنه، استاد داشتیم به نام مشتبه حسین‌زاده که از قهرمان های بوشه جهان بود. ما هم مربی ما بود، هم دوست خوب، هم تیمی ما بود و یه نفر رو به من معرفی کرد که گفت که ورزشکار خوبیه، با اخلاق و خیلی هم پرتلاش. از مردونگی بهنام بگم که توی زمین مسابقه من یادمه که بازیکن حریفش آسیب دید، ضربه‌ای که منجر میشد بهنام بزنه و آسیب دیگه اونو بیشتر کنه، این کارو نکرد. من هیچ وقت یادم نمیره. از بزرگی بهنام بگم، از مرامش بگم که 20 سال با هم دیگه رفیقی، من هیچ چیز ازش ندیدم، هیچ وقت نگفته حمید لاد و بده، هیچ وقت نگفته فلان کس ورزشکار بده، هیچ وقت نگفته. من یه چیزی رو خیلی ناراحتم و اگه امروز اینجا دارم جلوی دوربین صحبت میکنم اینه که به حقش نرسیده، به اون چیزی که باید میرسید. ایشون میتونیم بگیم که تو چین خیلی آدم معروفیه، همه دوستش دارن و فکر میکنم دهمین دوازده، من این اطلاع ندارم، حتما از خودش بپرسیم، دهمین دوازده اون باشگاهی که هی عوض کرده، یعنی جای بهتر پیشنهاد داده، رفته بعدی و این خیلی مهمه و این توی شهرهای مختلف. لیگای چین، تو لیگای FA چین بازی کردم، لیگای WLF، CMSL، پریمیر FC و این سازمان ها بازی کردم. با الهه و آقای منجزی رفتیم مسابقات لیگ چین که حالا اونجا ما مسابقه میداریم و شناخت اون از اینجا شروع شد و
و تا الان ادامه داره و خیلی خوشحالم. و تو حدود دو تا باشگاه ما با همدیگه هم تیمی بودیم، البته توی باشگاه ما هم تمرین میکردیم، مسابقه میدادیم. من میگم که شاهد تمام سختیاش بودم تو این کاری که داره میره. یادمه من توی یه باشگاهی به نام تایگر توی تایلند تمرین میکردم و همه بهم میگفتن که حسن یزدانی رو میشناسی؟ اون مثلا بین 100 تا روسی که همشون قهرمان جهان، قهرمان آسیا کشتی بودن، به من میگفتن حسن یزدانی رو میشناسی؟ اون کشتیگیر خیلی خوب ایرانیه. من افتخار میکردم. به خدا شاید باورتون نشده وسط تمام اونو میرفتم، چجوری بهتون میگم، بدنمو پر میکردم، میگفتم که آره من ایرانی هم. چرا؟ چون افتخار میکردم، چون آقای حسن یزدانی باعث شد که ما تو کشور، هر کشوری تو کشور خارجی حرفی واسه گفتن داشته باشه. دوست دارم یه روزی منم اینجوری بشم، دوست دارم یه روزی اسم منم باعث بشه که یه نفر به ایرانی بودنش افتخار کنه. من عاشق مردمم و میخوام هر جای دنیا مردم من اسمم شنیدن بهم افتخار کنه. یه چیز مهمه دیگه که خواهم بهتون بگم این که سرلوحه زندگی ورزشی من آقا رضا مددی هستن. یک فردی که از 16 سالگی موقعی که سنشون خیلی کم بوده به کشور مهاجرت میکنن، سختی میکشن، عذاب میکشن. اولین ایرانی میشن که داخل UFC میره بازی میکنه با پرچم ایران، با پرچم سوئد. و من به نوبه خودم همیشه آرزو دارم، یعنی آرزوام همین هم آرزو دارم که ایشون ببینم و امیدوارم که هر جا هستم موفق باشن. ایشون واقعا افتخار ایرانه و امیدوارم که روزی به غیر از ورزشکارای ایرانی تمام مردم ایران ایشون رو بشناسن و با افتخار بگیم که آرزا ما شما رو دوست داریم و شما واقعا سرلوحه زندگی من به نوبه شخصی خودم هستیم. و همچنین مربی عزیزم، برادر عزیزم میلاد خسروی. میلاد خسروی خودش قهرمان جهان، قهرمان آسیا، یکی از بهترین فایترهای MMA که خدا شد کل ایران میشناسن ایشون رو. ایشون مربی منه. من افتخار میکنم به داشتن همچین مربی. ایشون خیلی به من کمک کرد، خیلی از بچگی به من کمک کرد و من هرچی دارم از ایشونه و هیچ وقت فراموش نمی کنم چقدر دارم زحمت کشید و سار خیلی دوست دارم. امیدوارم که هر جا هستی موفق باشی و امیدوارم که روزی بتونم سربلند بکنم. هستم آدم هایی مثل بهنام منجزی ها، مثل داود آبینزاده ها، کسایی که برای این پرچم، برای این خاک بوم خیلی تلاش کردن، مسابقه دادن، بازی کردن، وزن کم کردن، ولی متاسفانه هرگز دیده نشدن. دلایل خاصی هم نداره، دلایل اینه که مردم سلیقه‌هاشون عوض شده. کسی که توی اینستاگرام، توی دنیای مجازی میاد یه دونه، نمیدونم چجوری بهتون توضیح بدم، یه دونه طنز، یه دونه جوک میذاره، همه میرن میبینن، ولی کسی که مثل ما بازی میکنه، مسابقه میده، تلاش میکنه، اصلا دیده نمیشه. من با تمام قدرت این بازی میکنم، مطمئنم تو رو میبرم.
اینکه ما چشام خیلی کار کنیم برای اشکال اگه بخوام بیشتر در مورد خودم توضیح بدم براتون، من از بچگی عاشق ورزش رزمی بودم. عاشق این بودم که ورزش بودم که زد و خورد بیشتر داشته باشه. و به خاطر همین پدرم منو برد اولین باشگاهی که میرفتیم موزاییک بود، روی موزاییک تمرین میکردیم و توی یکی از منطقه های پایین شهر اصفهان تمرین میکردم و بعد از یه مدت منو به یه باشگاه دعوت کردن، اونجا تونستم خودم رو نشون بدم و برای اولین بار به اردو تیم ملی برم. خب اردوهای تیم ملی خیلی خوب بود، مربیای خوب، غذای خوب، جای خوب، ولی خب متاسفانه همه چی دست به دست هم دیگه داده بود که ما نتونیم اردو نشین باشیم مدت زیادی. البته بعد خب شرایط اینجوری برای من رقم خورد، زندگی من اینجوری بود که، ولی من چجور میتونم بهتون بگم، ضعف از خودم نشون ندادم و همیشه پشت کارم رو داشتم. خب معمولا سعی میکردم، خب من سر کار میرفتم، روی اتوبوس کار میکردم، شاگرد اتوبوس بودم، اتوبوس رو نظافت میکردم، خب به خاطر که زندگیم هزینه داشت و همزمان تمرینم میکردم، یعنی روزهایی که رس بودم استراحت میکردم تمرینم میکردم و خب با همین اوضاع تونستم سال بعدم طلا بگیرم، المپیاد ایرانیان مسابقه بدم، بعد انتخاب تیم ملی طلا بگیرم، به اردو دعوت بشم، بعد دوباره روز از نو روزی از نو. وقتی هم که به چین رفتم با کمک خواهران منصوریان، امروز 11 بهمن 1398 ایمان کرسی رکورد نمی کنه میدونم الان روز دوم مستند کیج داریم میریم برای تصویر برداری در تهران. شب و روزگار خوش. آقا بنا صبح بخیر. صبح شفا هم برنامه چی امروز؟ همه روش بگیریم و بریم ماشین رو برداریم و خدا نیاره زود تهران ها؟ الان موردی تهرانی که بگو چند تا بسان یعنی خب این آفنش گروه بعضی هم میادن برم یه شما من رو داشت نگاه میکنی؟ یا به نام رو به زبط صدا دو که؟ نه رفت بریم بچه سکوت کار بچه ساکه واقعا سخته. ما وقتی وارد چین شدیم و تمرین های اونجا جایی که میخوابیدیم و استراحت میکردیم، غذای اونجا ما به هیچی عادت نداشتیم و خیلی برای ما سخت بود، مخصوصا که ایشون اولین بار بود اومده بود تو لیگ چین بازی میکرد و اون قضاها و اون شرایط با اون شرایط بهترین مسابقه رو میداد، با اون شرایط تحمل میکرد دوری از خانوادش رو. یه سری اتفاقات خیلی خوب توی ورزشش براش پیش میومد ولی هیچ کس با خبر نمیشد، یعنی اینایی که نزدیکش بودن میفهمیدن که چه کار بزرگی داره انجام میده، چه مسابقه خیلی مهمی داره شرکت میکنه، ولی خب هیچ رسانه ایرانی من ندیدم در مورد بهنام صحبت کنه. شاید این ضعف ما باشه، ضعف رسانه ما باشه. ما آدمهای بزرگی مثل بهنام معجزی توی چین تو خیلی کشورها میشناسنش ولی خب تو ایران متاسفانه ما شاهد این کم لطفی هستیم. آقا بهنام بازی های زیادی کرده تو MMA که
اولین سفرمونم با آقا بهنام عزیز کشور چین بود. تو سازمان معتبریشون بازی داشتن با دوستان دیگمون، همسفر بودیم که آقا بهنام اونجا هم خاطره خوب ازش داریم، هم یه خاطرهای خیلی غم انگیز داریم به خاطر وزن کم کردن ها و فشارهایی که متحمل میشد برای یه مسابقه. باید وزن کم میکرد بیاد 61 کیلو مسابقه بده، یه مسابقه خیلی مهم داشت که روزی فقط 5 ساعت دو میرفت روی تردمیل که بخواد وزنشو کم کنه به غیر از این که بخواد تمرینات دیگه‌شو بکنه. این کار خیلی سخت، ولی وزن کم کردن فقط گفتنش راحته، ولی کسی که بخواد وزن کم کنه به نظر من خیلی سخته، چون طرف چربی بدن زیاد نداره بخواد مثلا این وزن کم کنه. به نظر من یه کار خیلی بزرگی کرده. شاید اگر خود من شخصم بودم تو این مسیر جا می‌زدم. حتی به زبان انگلیسی، به زبان چینی مسلط من لذت می‌بردم اونجا از اینکه همسفر بودم با بهنام عزیز. یه خاطره کوچیکی میخوام براتون بگم از بهنام که شاهد سختیش بودیم تو این سفر. اینکه یه شبی تمرینایی که انجام میدادیم ما میرفتیم میخوابیدیم، ساعت 3:30-4 صبح بود، من دیدم صدای در میاد. آب داوود دوست ما که چشمندشو میزد و میگرفت میخوابید. آقا سعیدم خواب سنگین و خلاصه گرفت خوابید، من صدای در خوابم خیلی سبکه، صدای در رو شنیدم دیدم یه صدا در میاد، هی صدا میکنه از پشت در، آقا محمد، آقا داوود. گفتم خدا این بهنام، یعنی ساعت 3:30-4 صبح. رفتم در رو باز کردم دیدم بله آقا بهنام فشارش افتاده از شدت اینکه داره وزن کم میکنه، دیدم داره تو جلوی در اون قسمت داشت میافتاد رو زمین، که من دستشو گرفتم و بردم داخل. گفت فقط التماس میکرد، میگفت من فقط به اندازه یک گلو با بخورم. بعضی شبا واقعا فکر میکردم که اگر به هدفم نرسم، اگر نتونم، اگر کم بیارم چی میشه؟ آیا روی دارم روم میشه بازم برگرم میرم؟ واقعا نمیشد. یعنی الان هم که فکرش میکنم بیترسم، و خدا رو شکر که حداقل تا نصف راه رفتم. خدا رو شکر که نصف راه رفتم و مشکلاتی که پیش روم بوده و تونستم کنار بزنم. حالا با توکل به خدا ادامه راه هم ببینیم چی میشه. خیلی خوشحال شدم که بهنام داداش عزیز من تونست موفقیت بزرگی توی رشته MMA پیدا کنه و همین باعث شد که افتخاری بشه واسه لورای قهرمان، واسه اصفهانی ها، واسه مردم خوب کشورمون، واسه افتخار همه ما. بهنام منجزی، بهنام منجزی کسی که روی پای خودش بلند شده و الان کمتر کسی توی چین بهنام منجزی رو نمیشناسه و شناختی در مورد ایشون نداره، ولی متاسفانه توی کشور ایران این آقا رو زیاد نمیشناسن، چون حالا بالاخره هم نتونسته رسانه بشه، هم حمایتی نشده از سمت صدا و سیما.
باری که رفته بودم مسابقه برای چین، من خب مسابقات آماتوری بازی میکردیم، مسابقاتی که توی تیم ملی برگزار میشه مسابقات آماتوریه، ولی مسابقات حرفه‌ای که من بازی میکردم، اولین بازی کردم یادمه شاید یک دقیقه اول، خب من نمیدونستم این مسابقات زانو داره، ما خب ساندا کار میکردیم، ساندا زانو نداشت، اولین دقیقه اول یک زانو زد دندم شکست، دندم شکست، دندم خورد شد، از حتی نمیتونم نفس بکشم، ولی خب بهم گفته بودن حتی اگه مردم بعد این بازی رو تموم کنی به خاطر که تماشاگر زیاده، به خاطر که شبکه تلویزیونی پخش میشه، بالاخره باید بازی کنی. منم تا 3 راند 3 دقیقه بازی کردم، ولی متاسفانه اونجا بازی رو تو کیوان رو باختم و بعد از اون یادمه تا مثلا خب دنده که بشکنه حداقل باید 1 ماه استراحت کنی، حتی نمیتونی غذا هم بخوری، نمیتونی بشینی، نمیتونی زیاد صحبت کنی، و من فردای اون روز استراحت بودم و پس فردای اون روز دوباره یه بازی دیگه داشتم که اونجا اولین بازی MMA رو انجام دادم با اون دنده، و خب خدا رو شکر تونستم اولین بازی MMA رو ببرم تو اون شرایط سخت. شاید باورتون نشه، من تو 1 ماه 1 روز در میون مسابقه میدادم، 1 روز در میون، هیچ کس این کار رو نمی کنه، ولی من به خاطر هدفم این کار رو می کردم. جوری شده بود که چینی ها واقعا عاشق من شده بودن، به هم احترام می زشتن و به من می گفتن جنگجوی ایرانی. خب به خاطر دلایلی که خواهران منصوریان داشتن و اردونشین تیم ملی ایران بودن و باید برمی گشتن به ایران، اونا برگشتن و من به تنهایی موندم توی چین. واقعا شرایط برام سخت بود، واقعا شرایط سخت بود، چون من باید کار میکردم، باید تلاش میکردم، باید تمرین میکردم. خب اونجا شهری هم که ما زندگی میکردیم بسیار سرد بود، بسیار سرد بود و وسایل گرماشی هم اصلا چیزی نبود برای ما. ما چانگچون چین زندگی میکردیم و این شهر در کنار شهر هاربین معروف به شهر یخی. یادمه من بعد توی تمرین یه ضربه خورده بود به صورتم، به دماغم، و این دماغم خب شکست. بعد که میومدم بیرون اگه دست بهش میذاشتم اشکم میومد پایین، ولی خب موقعی که مثلا اینقدر هوا سرد بود این همین اشک اینجا یخ میزد و من اینجوری اشک رو اینجوری پاک میکردم. تمرین خیلی سختی انجام میدادم، شاید باورتون نشه من روزی 8 ساعت تمرین میکردم و هیچ چیزی توی فکر من نبود به جز اینکه بتونم به هدفم برسم، و هدفم این بود که توی سازمان خیلی خوب بتونم قرارداد ببندم. خب آخرین بازیمو خدا شکر تونستم ببرم توی سازمان WLF و اونجا بود که به من پیشنهاد دادن، گفتن برای فایت پس UFC قرار UFC داخل شانگهای، که چون چین داخل شانگهای چین یه دونه کمپ بزرگ UFC زده بودن و بزرگترین کمپ UFC بود در کل دنیا. حالا UFC چیه؟ UFC یک ارگانیزیشنه، یه دونه سازمان هستش که مسابقات MMA برگزار میکنه، یکی از بزرگترین سازمانهای MMA در کل دنیا. خب این برای من اصلا یه رویا بود، من اصلا فکرشو نمیکردم بتونم همچی پیشنهادی به هم بدن، بتونم اصلا بازی بکنم، اصلا داشتم پرواز میکردم. بعد خب وقتی اینو به من گفتن 6 ماه وقت داری که آماده بشی، و بین دو حریف چینی داشتم 61 کیلو، منم 85 کیلو بودم، به من گفتن باید 61 بازی کنی، 66 نمیتونی بازی کنی. منم گفتم مشکلی نداره، خب 6 ماه وقت کم میکنم. بعد از وزکشی دیگه پیگیر مسابقات بودیم که تو سازمان CMSL قابلنام بازی داشتن، سازمان بزرگی بود. با اون تسلطی که بهنام وارد کیجش شد، وارد قفس شد، من مطمئن بودم که پیروز میدانه، به اون اعتمادی که به خودش داشت، به اون
اعتمادی که ایمانی که به کار خودش داشت، مطمئن بودم که پیروز میدانه، که همینطور شد. از بازی ها حتی به سراندم نکشید، آقا بهنام موفق شد تو بازی اولش حریف خودش راند اول با آنالیزی که کرده بود ناکوت کنه. فوق العاده زیبا، فوق العاده حرف گوش کن تو بازی، کاملا شیشتانگ تو بازی بود. به علاوه این که صدا رو خیلی کامل و رسا از دیدگاه خودش میشنید، مخصوصا صدای کوچ و صدای مربی. و حالا به هر حال ای جونم آره کل بینام باید بوکس زیرش رو بگیر سریع، یه فیند یه هوک، حالا هوک چپ از زیر نشون بده، هوک چپ تو بزن. آما شالله خب به عنوان مربی آقا داوود عزیزمون، به عنوان قهرمان کشتی که ما کوچ میکردیم بهنامو، خیلی زیبا، خیلی من فکر میکردم، احساس میکردم که 10 سال دارم با بهنام کار میکنم، که اینقدر زیبا صحبتهای ما رو میشنید و اجرا میکرد. نظاره بلند شد، نظاره بلند شد، خیلی زور نزن بهنام، تکنیکی که مطمئنی بزن. قهرمان شدن به راحتی نیست، باید خاک خورد، باید خون دل خورد، باید این سختی ها رو متحمل شد، باید سفر کرد، باید از خانواده دور شد، یه سری کارهایی که هر کسی نباید انجام بده، کارهای مثبت در راستای ورزش رو انجام بده، سختی‌ها متحمل بشه تا بدونن که قهرمان شدن کار هر کسی نیست و جامعه ما باید پذیرای همچین قهرمانایی باشه، استقبال کنه ازشون، اینا رو در آغوش گرم خودشون بگیره، که تنها دلخوشیشون فقط همین آغوش گرم جامعهشون هست. مهمترین چیز که برام تو زندگی مهمه دل مردممه. آرزو دارم، آرزو دارم مردم منو بشناسن. میدونی چرا؟ چون از ته قلبم دوستشون دارم. من نه پول میخوام، نه شهرت میخوام، نه خیلی چیزهای دیگه، همین که مردم همو داشته باشن برام بسه. به خدا هزاران بار به این پیشنهاد دادن که برم مثلا برای کشور دیگه بازی کنم. تو همون تایلند که بودم برای تو ایکی تمرین میکردم، یادم یه روز داشتم اسپارینگ میکردیم، اسپارینگ یه تمرین مشترکه توی مبارزه، ولی با تمام لوازم توی یک تایم مثلا همون ورزشمونه و داشتم مبارزه میکردیم. من اون موقع اصلا بازی نکرده بودم MMA، فقط تمرین میکردم. یه مربی داشتیم به اسم ماکسویچ، خودش UFC فایتر بود، رئیس اونجا بود. من با جلوی یه نفر وایستادم، پسر بلاروسی بود، شاید کمتر از 1 دقیقه من ناکوتش کردم. بعد اومد پیشم با هم صحبت کرد، اون موقع منم انگلیسیم خوب نبود. همینجا تشکر میکنم از آقا امیرعلی اکبری، برای من ترجمه کردن. میگفت که تو واقعا خوبی، تو آینده خوبی داری، تو میتونی توی ورزش اسمی در کنی. بعد من گفتم خب برای چی داری اینا رو با هم بگی؟ گفت میدونی کی رو زدی؟ کسی رو که من زده بودم کمربنددار فایت نایت، بزرگترین ارگانیزیشن روسیه بود. که من اصلا وقتی این مثلا این موضوع رو فهمیدم، شاید باورتون نشه، تو دلم خالی شد. گفتم من داشتم با این مبارزه میکردم، بعد رفتم تو یوتیوب اسمش رو سرچ کردم، دیدم چه بازیایی مثلا انجام داده. ما ایرانی ها میتونیم هر کاری که فکرشو بکنی انجام بدیم. تو نبوغ ما تو همه رشته‌های ورزشی شاید بیشتر از خیلی از کشورهای دیگه است. تنها چیزی که ما نداریم حمایته. متاسفانه حالا من اینو بگم شاید خیلی ها جبهه بگیرن، یه نفر میاد توی اینستاگرام نمیدونم یه دونه نوشابه باز میکنه، یه دونه یه غذا میخوره، 100,000 تا ویو میخوره، 100,000 نفر میرن نگاه میکنن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه حالا تو اون زمان مثلا یه حرفایی میزنه که حالا یا طنزه یا بده یا خوبه، ولی ما میریم توی برای کشورمون میجنگیم، ما تمرین میکنیم، سختی میکشیم، وزن کم میکنیم، ولی هیچ کس حتی پیجمون هم نگاه نمیکنه. خب چرا؟ به خاطر چی؟ یعنی ارزش ما از کسی که میره میشینه داخل ماشین و با دوربین مخفی خیلی مسخره میکنه، خیلی با احساسات خیلی از مردم بازی میکنه، ارزش اون بیشتر از ماییه که برای مملکتمون میریم مسابقه میدیم و افتخار کسب میکنیم. من منظور من با هیچ گروهی و هیچ کسی نیست، این درد دل یه ورزشکاره، درد دل همه ورزشکار است. من یادمه که یکی از عزیزانشم از دست داد،
و تو چین بود، خیلی ناراحت بود و این به هر حال تحمل این قضیه خیلی سخته، خیلی چیزا رو از دست داد، خیلی زمانایی که میتونست پیش خانوادهش باشه، زمانایی که میتونست پیش مادرش باشه. نشسته بودم، دقیقا یادمه نشسته بودم داشتم وسیلامو آماده میکردم برای فردا که میخوام برم بعد از کشی چی چیزایی بخورم آماده کنم، دیدم خالم بهم زنگ زد. گفتم شاید عادیه زنگ زده. زنگ زد گفت که برادرم فوت کرد. انگار تمام دنیا رو سرم خراب شد. هیچ چیزی بعد از اون موقع نمیتونست آروم کنه. یادم میاد که تلویزیون هتل شکوندم، تمام شیشه هاش شکوندم، اصلا دست خودم نبود، چون نبودم این عذاب رو کشیدم. هنوز جاهاش روی دستم هست، هنوز جاهاش روی دستم هست. All right, it's 2 p.m. here at AKA Thailand, and we are headed to the Thailand Fighting Championships in Khao Lak. The guys did really very hard AKA style. Let's go take this to me. نه به نام چیم تو بیمارستان بود، من دیگه بستریش کردم، به نام زنگ زدم بهش گفتم بیا مسابقه داری رفت. بعد یه 20 روز کنم بود. هیچ کلمه واسه توصیف مادر نیست، واقعا نیست. همه مادر، نه فقط مادر من، برای هر کسی به نوبه خودش نمیشه توصیفشون کرد که واقعا چه. من میگم اول خدا بعد مادر. من پدرم تو زندگی ما خیلی کم پدرم رو دیدیم، بخاطر اینکه پدرم همیشه در حال تلاش کردن بود، همیشه سر کار بود و ما خیلی کم دیدیمش. خیلی برای من زحمت کشید. پدر خیلی دوست دارم، کاش اینجا بودی و خودت میتونستی صحبت کنی، ولی خب میگم پدرم همیشه در حال کار کردن و تلاش کردنه. بعضی موقع به خودم میگم که خب چرا ورزش میکنی؟ نه کسی دوست داره، نه کسی برات اهمیتی، برات ارزشی قائله، پس میخوای چیکار کنی؟ بس دیگه، اصلا دیگه ورزش نکن. این همه سختی، 20 کیلو 25 کیلو وزن کم کنی، روزی 8 ساعت تمرین کنی، پدر مادرتو نبینی. من برادرم فوت کرد ایران نبودم، مربیم فوت کرد ایران نبودم، خیلی از بستگانم فوت کردن ایران نبودم. به خاطر چی؟ به خاطر هدفم. ولی چی شد آخرش؟ آخرش اینه که حتی دوست خود من نمیدونه من چه ورزشی میکنم. اسم کسایی رو میارن که شاید اصلا فرسنگ ها از شهر ما دورن، اونا رو میشناسن، ولی هنوز که هنوز همشهری خودشون رو نمیشناسن، نمیدونن چه ورزشی میکنن، نمیدونن چه مقامی دارن. خب چرا؟ یعنی من چه چیزی اونا دارن که من ندارم؟ نه، میخوام بگم که من هر چیزی که اونا دارن منم دارم، ولی متاسفانه به خاطر اینکه هیچ وقت رسانه پشتم نبوده، هیچ وقت تبلیغات نکردم، شاید بهتر اینو بگم که هیچ وقت پولی نداشتم که تبلیغات کنم، کسی منو نمیشناسه. همیشه شاید مثلا بگی شو خب تو ورزش میکنی برای خودت. نه، من ورزش کردم برای خود من در وعده اوله، ولی من ورزش میکنم برای دیده شدن، برای مردمم. به نظر من مردمم مهمتر از من. گفت که توی تو میبینم که بری داخل تیم ملی و بتونی مقام بیاری. مثل یک برادر بزرگتر بالای سر من بود، به من خیلی کمک کرد، منو سر سفرش نشون. شاید باورتون نشه، یعنی مثل برادرش من رفتار میکرد، به من خیلی محبت کرد، خیلی دوست داشتم ببینمش، ولی نشد. آقا مشتبه اولین مربی من بود و
اولین باری که اصلا ورزش شروع کردم با مشتاق زنزاده شروع کردم. ایشون چون بودم یکی از بهترین آدم ها بود که توی طول زندگیم و زندگیم دیدم. یه آدم فوق العاده ساده، مهربون و با معرفت. ایشون دلیل مرگش ایست قلبی بوده، یه اشتباه نکنم. موقعی که گفتم که ایشون رحمت خدا رفت، من ایران نبودم و نتونستم برسم خدمتشون. به هم گفت که تو میتونی خیلی پیشرفت بکنی، خیلی روم فوکوس کرد، خیلی با هم تمرینای فشرده انجام داد و اولین سالی بود که تونستم اردوی تیم ملی برم. یه چیزی در موردش بخوام بگم، این که براش مهم نبود که تو چند سالته، بچه کجایی، پوست سیاه سفیدی، پول داری پول نداری، براش مهم بود که تو آدمی و واقعا مثل یه انسان با تو برخورد میکرد. خیلی اصلا الان شاید اینجوری نیستن، یعنی ما نمیدونم ما داریم به کجا میریم که خیلی از آدم ها رو به چشم پول میبینیم، خیلی از آدم ها رو شاید اصلا به موقعیت اجتماعی میبینیم. این اصلا درست نیست. آقای مجتبی حسین‌زاده یه قلبی بزرگ و پر از مهر داشت. کسی هاش نتو کنم که شاید اگر اون پروسه زمانی که من هیچ چی نداشتم اگر نبود الان منم اینجا نبود یون تا بشون تو کنم. سلام سلام برادر خوبی؟ قربان خوبی؟ سلامت ایشالا واسه خبر کی اومدی؟ کجا بودی؟ زهوار سلامتی شلا سلامتی مدرم خوبه خودت خوبی؟ سلامتی شلا آقای داودی بذار من یه چیز در مورد آقای داودی بهتون بگم، باورتون نمیشه یکی از با معرفت ترین یکی از مهربون ترین آدم هایی که من تا تو عمرم دارم. سلامت باشی. و اینکه میگم توی پروسه زمانی واقعا من هیچی نداشتم، هیچی تو همین شانشهر بودم. من با پسرشون سهیل دوستم و اینکه مثل برادر کوچیکتر خودمه و یه روز اون منو دید و منو برد خونش، دیگه نذاش از اونجا برم. در واقع فکر کنم یک ماه دو ماه خونه اون بودم، حتی به خدا شاید بهتر از سهیل بودم. رفتم شما نه وظیفه اون بابا سلام بودی چرنش برادر سهیل بودی فرق نش براش ما به چه سهیل نگاه میگم. خواهش میکنم خوبی سلامت ان شاء الله الحمدلله دستم قربان شما بخشی مدد خواهش میکنم. شانشهر یه جایی بود به نام خانه بوشا تازه تأسیس بود، یه آقای به نام هومن ملکپور خیلی هم ایشون به من لطف داشت، یه اتاق کوچیکی به من داد، من اونجا ساکن شدم. من یه آقا بنام مثل پسرم دوست دارم، مثل سهیل، هیچ فرقی نداره برام. همونجا داخل خود خانه بوشا من تمرین میکردم دیگه، همونجا استراحت میکردم، همونجا دوش میگرفتم و همونجا زندگی میکردم، تا اینکه یه روز خیلی به من فشار اومده بود از نظر مالی یا موقعی که واقعا دیگه نمیدونستم باید چیکار کنم. یه روز مربیم اومد، اصلا نمیدونم حس ششم داره چی داره، قیافمو که دید فهمید، گفت بیا بریم کارت دارم. ما هم رفتیم بیرون، اول که رفتیم با هم دیگه غذا خوردیم، بعدش هم رفتیم با هم دیگه یادم میاد داشتم بس کم میکردم، رفتیم با هم دیگه سر سونا بودیم، بعد رفتیم پیش آقای داودی. آقای داودی همون بار اول که اولین بار رو من دیدیم اینقدر با من خوب برخورد کرد که فکر کردم مثلا 20 سال منو میشناسه. خوشحال میشدم که یه کاری بتونم بکنم که مثل الان نتیجهش گرفته باشم. گرفتم الحمدلله خدا رو شکر. آقا بنام با تلاش و زحمت فراوان محبتهای ما رو جبران کرد. پیشرفت او پیشرفت منه، بچه منه، هیچ فرقی نمیکنه با الان. خوشحالم در این رابطه، اگر کاری که نکردم، اگر کاری کردم هم خوشحالم. پیش ایشون هم بودیم، یکم با هم دیگه صحبت کردیم، گفت که مثلا بچه کجایی، مثلا پدرت که، بعد کم کم فهمیدیم که مثلا خانواده منو میشناسه. بعد
شب میخواستم برگردم دوباره بیام خونه تو همون باشگاه که دیدم گفت که بیا بریم خونه ما امشب پیش سوهل بمون. گفتم که نه دست در نکن من میرم مثلا مزاحم نمیشم اینا. گفت نه باید بیای. شب موندم اونجا تا دو ماه نذاشت از خونهشون برم. تا دو ماه خودش شب رفت تمام وسایلمو جمع کرد برد خونهش، گفت که این اتاق توه، تو مثل بچه خود منی، هیچ فرقی نمیکنه. اما مطمئن باش اگر از این خونه بزنی بیرون من هیچ وقت نمیبخشمت. و همون شد که من تقریبا فکر کنم یک ماه خورده من اونجا بودم و پیششون زندگی میکردم. چند تا چیز ازشون خیلی یاد گرفتم. یکی این که آدم تو همه شرایطی میتونه به همنوع خودش کمک کنه، فرقی نمیکنه که تو پول داشته باشی، پول نداشته باشی، غریبه باشی، آشنا باشی، مهم نیست، مهم اینه که یه دل پاک داشته باشی. ما سویل والا خواستیم ببینیم ان شاء الله سویل که رفته تهران، حالا شاید رفتم تهران فرصت دیگه. سلامت باشی قربان، خدا قربان، خدا اجازه قربان برم، خدا نگهدار. الان 5 سال گذشته، به نام وقت میاد اهواز دو تو دارم میاد پیش ما عزیزم. مطمئنم آیندهش هنوزم جا داره، چون هنوز همون پشت کار 5 سال پیش که داخلش دیدم هنوزم میبینم، هنوز همونجا تلاش میکنه، هنوز همونجا غذا میخوره، میره بالا دوباره میخواد بیاد پایین، پا میشه که اینجا میکوبه تا بیاد پایین. ولی بدبختی میکشه، خدا وکیلی خیلی سختی میکشه. دیدیمش با دنده شکسته میاد تمرین میکنه، خودشو میرسونه فقط سر وزن به مسابقه برسه. بعضی وقتا هم شده مثلا یک ماه فرجه گرفته به زنگ گفتن یه هفته دیگه بیا اینجا با هودی و با کاپشن و با همه چی تمرین میکنه فقط بیاد پایین. ماشاءالله پشت کار خوبی داره، ماشاءالله که هر جایی رو موفق باشه. من هر وقت میام اهواز، حالا کلا ایران هر وقت میام جای برای تمرین زیاد ندارم، چون واسه چون بودم مثلا شاید 10 روز تا 15 روز بیشتر ایران نباشم برای اینکه مثلا بتونم خانواده‌ام ببینم. ولی هر وقت هم میام اهواز فقط همه جایی که میتونم تمرین کنم همینجاست، یعنی به خاطر اینکه همین که تمام دوستام اینجا، همین که اینجا مثل خونم میمونه، واقعا جای دیگه نمیتونم تمرین کنم. یعنی اینجا هم به خاطر اینکه پتانسیلش داره، هم به خاطر اینکه بچه‌ها انرژی بیشتری میدن، حالا دای سجاد، آنیما، عارف، واقعا خوشحالم که این دوستی رو چند سالی هست نگه داشتیم و فکر میکنم که اول سالی که رفتیم چند سال از 193 بود فکر میکنم بودودن، یادم دقیقا نمیاد و دقیقا از خودش بپرسم. و این چند سال توی چین هست و هر بارم یک سال و یک سال توی چین میمون و خب خوشحالم. الان خوشحالم که دارم در مورد شرف میزنم، خوشحالم که معرفیش میکنم و خب من واقعا قلبا دوست دارم که اتفاقای خوبی برش بیفته، من یه روزی توی UFC ببینمش. کم داریم از بهنام منجزی ها، ایشالله که حمایت همه جانبه ما ورزش دوستا و همه مستندسازا پشت ورزشکار خوبمون باشه و تو که این ورزشکار افتخارات خوش بیشتر کنه. تجربه ای که با بهنام داشتم تو این سفر، هم از رقابتش خیلی درس ها گرفتم، تو سختی هایی که کشیدم اونجا، سختی هایی که دیدم امسال آقا بهنام تو این سفر کشیدن، خیلی چیزا خودم به شخصه یاد گرفتم.